همراه میشی با همکارم توماج تاهباز که از شرق آسیا با ماست. توماج، از این سفر بگو و اهمیت اون. بنابر اون چیزی که خبرگزاری دولتی کره شمالی گفته، هیئت چینی به ریاست آقای لیو گواجانگ برای شرکت در 75 سالگرد برپایی حکومت کره شمالی عازم پیونگیانگ میشه. مراسمی که احتمالاً با رژه نظامی همراه خواهد بود و از روز شنبه آغاز میشه. آقای لیو معاون نخست وزیر و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست چینه. چرا اینا رو میگم؟ چون میخوام تو اون هرم در واقع قدرت چین بگم که در چه مرتبه ای قرار داره. دفتر سیاسی در این هرم یه رتبه پایین‌تر از کمیته دائم در واقع حزب کمونیست چین هست و دو رتبه پایین‌تر از خود رهبر چین. در واقع چیزیه در سطح وزیر توی کشور معمولی. سال 2018 یادآوری بکنم که برای مراسم 70 سالگرد برپایی حکومت کره شمالی عضو ارشد کمیته دائمی به کره شمالی رفته بود. در نتیجه هیئت فعلی عملاً پایین رتبه تر از هیئتی که در مراسم 70 سالگرد شرکت کرده بود. اما آقای لیو قبلاً فرماندار استان همجوار کره شمالی هم بوده. در نتیجه آشنایی زیادی با مراودات با کره شمالی داره. به همین پست قبلی آقای لیو و البته اینکه به هر حال دستی در اقتصاد داره باعث شده خیلی ها فکر کنن که از اهداف مهم از این سفر افزایش یا توسعه مراودات اقتصادی هست، به خصوص بعد از کووید و زد و بندهای کووید و کم و بیش باز شدن مرزها در کره شمالی. نکته مهم دیگه هم سفر این هیئت بعد از سفر آقای شایگو و گزارش‌ها از احتمال دیدار آقایان کیم و پوتین در ولادیوستوک روسیه است که در واقع توجهات رو به خودش جلب کرده. در حالی که در منطقه شاهد افزایش قابل توجه روابط و همکاری‌ها بین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی هستیم، از اون طرف هم خب کره شمالی ظاهراً در تلاش برای افزایش مراودات خودش با پکن و مسکو هستن، ها در واقع نزدیکترین و مهمترین دوستانی که در منطقه داره. اما مشخص نیست ارتقای سطح مراودات کره شمالی با روسیه تا چه حد یا چه سطحی خوشایند دستگاه رهبری چین باشه، این رو هم باید گفت. در چه باید پیام پکن از اعزام یک مقام میان رتبه و مشخصا مرتبط با امور اقتصادی به کره شمالی در شرایط فعلی برای شرکت توی یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی این کشور چیه؟ زمانی که آقای شایگو به کره شمالی رفته بود تا در مراسم پایان جنگ دو کره شرکت کنه، چین باز هم عضو یکی دیگه از اعضای دفتر سیاسی رو به این مراسم فرستاده بود. هر دو مهمان خارجی آقای کیم، تنها مهمانان اصلی خارجی آقای کیم بودند در زمان آغاز فصل تازه در روابط بین توکیو، سئول و واشنگتن که به پیونگیانگ رفتن و هر دو یکی در سمت راست و یکی در سمت چپ آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی حاضر شدند. بسیار متشکرم از تو توماج تاهباز همکارم که با ما همراه بود.